سلام، این کاری که کردم هیچ ربطی نداشت، ولی سلام بچه ها، میخوام بهتون چند تا از بازی های مورد انتظار 2022 رو معرفی کنم. اگه انشالله خدا بر پس کمر سازنده هاش نزنه تأخیر نخورن. اولین بازی گاد آف وار رگناروک، بازی که الان تیزر گیم پلی ازش دیدیم، تریلر ازش دیدیم، گیم پلی دیدیم، داستان بازی رو میدونیم. قراره تقریبا آخرین داستان کریتوس تو این دنیای نورث میثالوجی باشه. هنوز تاریخ انتشار دقیقی نداریم، اما نمیتونن تأخیرش بزنن. خود آقای کوری بارلو گفته، همه دارن پافشاری میکنن، میگن این بازی قرار 2022 بیاد، این بازی قرار 2022 بیاد، قرار نیست تأخیرش بزنیم 2023، پس تو رو خدا تأخیر نذار. بازی بعدی یه بازی خیلی جالبه، تقریبا ایندی مانند میمونه، اسمش استری، احتمالاً یا دیدین یا ما در موردش صحبت کردیم. شما نقش گربه خیلی بانمک رو دارین توی یه دنیای خیلی پیشرفته، یعنی فرض کن شما مثلا یه گربه بودی مثلا تو سایبرپانک، بعد باید یه سری پازلا رو حل میکردی یا در دیوار بالا میرفتی. یعنی همین ایده، فقط همین ایده ای که اگه من گربه بودم چی کار نمیکرد، منظورم اگه گربه بودم چی کار میکردم، همین ایده به نظرم خیلی جالبه. و کسایی که اشتراک PS Plus Extra و پریمیوم رو دارن میتونن از همون روز اول انتشار این بازی رایگان تجربهش کنن. بعدی کاد جدیده بازی کال آف دیوتی مودرن وارفر 2، دیگه تا الان در موردش صحبت کردیم، خودتون دیدین، به نظر خیلی جالب میاد و گفتن قرار سال 2022 بیاد بیرون. با این بازیای گنده اینا تأخیرش خیلی درد داره. یعنی اگه مثلا چه می‌دونم میگفتن استری قرار تأخیر بخوره، میگفتیم خب اوکی استری ایندیه تقریبا، ولی یه بازی که مثلا انقدر هایپ پشت سرشه، شرکت گنده، اسمش شناخته شده است، اگه تأخیر بخوره واقعا ناراحت کننده است. بازی بعدی کالیستو پروتوکال، بازی که این روزا مطمئنم اسمشو زیاد شنیدید، قراره 11 آذر منتشر بشه. سازندش سازنده همون اولین بازی دد اسپیس، و اگه تریلرها و گیم پلی‌هاشو دیده باشین خودتون میدونید چقدر بازی جالبیه. دو تا بازی آخر من همینجوری واسهشون هایپ، یعنی این دو تا تاپ لول هایپ من واسه 2022. اولیش لست آف آس 1 ریمیکش قراره بالاخره رو پی سی بیاد، یعنی خدا میدونه. من داشتم چند وقت پیش لست آف آس 1 رو بازی میکردم رو پلی استیشن و من کلا با دست فلجم، من اصلا نمیتونم از دست استفاده کنم، پس این خبر این که این بازی بالاخره رو پی سی قرار بیاد واقعا منو خوشحال کرد، و نه تنها من، مطمئنم خود شما و خیلی های دیگه. البته هرچند این درست نیست که من انقدر خوشحال باشم، چون این بازی قراره 11 شهریور برای پلی‌استیشن 5 بیاد، اما گفتن که نسخه پیسیش یا پورت پیسیش این دیولوپمنته، یعنی هنوز دارن روش کار میکنن و به احتمال زیاد قراره بعد از انتشار بازی رو پلی‌استیشن بیاد، یعنی اول قراره ریمیکش رو پلی‌استیشن 5 بیاد، بعد یه مدت بعد رو پیسی. فقط امیدوارم زیاد طول نکشه، فقط امیدوارم نپره 2023. و بازی که الان من تو پوست خودم نمی گنجم و اینم گفتم، یعنی این بازی عین یه چد واقعی، یهو موقع انتشار اومد گفتش که اسپایدرمن رو پی سی یه ماه دیگه قراره بیاد. منظورم اینه که جفت بازی ها اسپایدرمن ریمسترد و اسپایدرمن مارز مورالیس جفتشون قراره رو پی سی بیاد. خب قاعدتا اولش اسپایدرمن ریمسترد تاریخش 21 مرداده و هنوز تاریخ دقیقی واسه اسپایدرمن مارز مورالیس نداریم. البته به حرف من بسنده نکنید، اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد این پورت و نسخه پی سی اسپایدرمن داشته باشید، ما یه ویدیو کامل در موردش ساختیم، میتونید برید ببینید. خب اینا چند تا از بازیای بودن که به نظر من خیلی مورد انتظارن تو سال 2022. چه بازیه که خود شما انتظارشو داری امسال بیاد؟ برامو حتما اسمشو کامنت کن. و تا ویدیو بعدی، من رضا بودم از گیمریما، خدا نگهدار.